سرخط مهمترین خبرها. توقف دو روزه مذاکرات میان زلمه خلیزاد و نمایندگان طالبان در قطر. تأکید اجماع ملی زنان بر قطع فوری جنگ و برقراری آتش بس بدون قید و شرط در کشور. تأکید نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات بر گزینش افراد شایسته به حیث کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی. و پایان گفتگوی دو روزه میان رئیس جمهوری آمریکا و کره شمالی. کاخ سفید میگوید مذاکرات دو طرف سازنده بوده اما بدون توافق به پایان رسیده است. به نام خدا به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز پنج شنبه نهم حدود 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 28 فوریه سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که مذاکرات سی روزه اش با نمایندگان طالبان در دوحه قطر سازنده بوده است. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که به گام های آهسته اما پایدار برای توافق و رسیدن به صلح پایدار ادامه می دهد. او افزوده است که گفتگوها با نمایندگان طالبان پس از وقفه دو روزه روز شنبه آینده از سر گرفته خواهد شد. قرار است در مذاکرات آینده دو طرف روی چهار موضوع اصلی، یعنی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همکاری طالبان در کار مبارزه با گروه های القاعده و داعش، آتش بس و آغاز مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان گفتگو کنند. منابع گروه طالبان بر رسانه ها گفتند که دلیل توقف دو روزه مذاکرات مشورت بیشتر با رهبری طالبان و مقام های آمریکایی در واشنگتن است. پیری مایدون سفیر اتحاد اروپا در کابل روز پنج شنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان دیدار نمود. در این دیدار روند صلح افغانستان و ضرورت حمایت جامعه جهانی از این روند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفیر اتحاد اروپا بر دوام همکاری های کشورهای اروپایی با افغانستان به ویژه در زمینه برقراری صلح تاکید نموده و اظهار داشت که این کشورها از پروسه صلح تحت رهبری افغانها حمایت می نمایند. و همچنین با توجه به دستاوردهای افغانستان اظهار داشت که این کشور در فصل جدید با همکاری جامعه جهانی به دستاوردهای مهم دست یافته که تقویت این دستاوردها جزء اولویت‌های اساسی می باشد. سفیر اتحاد اروپا اظهار امیدواری نمود که افغانستان با همکاری کشورهای جهان و منطقه به صلح و ثبات پایدار دست یابد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح است. همکاری های کشورهای جهان به ویژه اتحاد اروپا با روند صلح اظهار قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها به موفقیت میرسد و همچنین به وجود برخی از چالش ها و فرصت ها در فرایند صلح اشاره نموده و همکاری جامعه جهانی از آن جمله اتحاد اروپا در این زمینه را با اهمیت عنوان نمود. رئیس شورای عالی صلح خواهان افزایش همکاری های اتحاد اروپا با افغانستان شد و اظهار امیدواری نمود که با این همکاری ها افغانستان به توسعه و ثبات پایدار دست یابد. نیکولاج پیترسن سفیر اتحادیه شاهی سفیر کشور شاهی دانمارک روز پنج شنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار نمود. در این دیدار
روی چگونگی پروسه صلح و فرصتها و چالش‌های آن گفتگو شد. سفیر دانمارک بر حمایت کشورش از تلاش‌های صلح بر رهبری افغان‌ها تأکید کرده و نسبت به نتایج این تلاش‌ها اظهار خوشبینی نمود. و همچنین با اشاره به همکاری‌های دانمارک با افغانستان گفت این کشور در دوره جدید در عرصه‌های گوناگون سیاسی، امنیتی و نهادسازی به افغانستان کمک کرده است. سفیر دانمارک از ادامه یافتن همکاری‌های کشورش اطمینان داد. استاد محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح، از همکاری‌های کشور دانمارک با افغانستان در تمام عرصه‌ها سپاسگزاری نمود. رئیس شورای عالی صلح یکی از اولویت‌های اساسی کشور را برقراری صلح دانسته و بر ضرورت حمایت کشورهای جهان از آن جمله دانمارک در این زمینه تأکید کرد. رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که اکنون شرایط مناسب برای رسیدن به صلح فراهم شده و این امیدواری وجود دارد که مردم افغانستان پس از سالها رنج و مصیبت از طریق یک مکانیزم معقول و منطقی به آرامی و ثبات پایدار دست یابد. و همچنین دیدگاه ها و نقش شورای عالی صلح را نسبت به چگونگی روند صلح بیان نمود. رئیس جمهور غنی میگوید که در مسائل ملی به ویژه صلح تمام حدود را تنها مردم افغانستان میتواند تعیین کند. آقای غنی که در نشست اجماع ملی زنان برای صلح سخن میگفت افزود که تمام اقشار مختلف در خصوص صلح که به نظر واحد رسیدند باید در جرگه مشورتی صلح به صورت منسجم حضور پیدا کند. رئیس جمهور تاکید کرده که هیچ کس صلح را بر مردم افغانستان تحمیل کردن نمیتواند و صلح که دائمی نباشد بر مردم قبولانده نمیتواند. از سوی هم اجماع ملی زنان با صدور قطعنامه 15 ماده‌ای بر حفظ دستاوردها، حقوق اساسی زنان و روند صلح به مالکیت افغانها تاکید کردند. آنان خواستار قطع فوری جنگ از سوی حکومت و طالبان شد و از آنان خواستند که آتش بس بدون قید و شرط اعلام کنند. اجماع ملی زنان افغانستان درباره صلح زیر نام جنگ بس است امروز در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این مراسم زنان را ستون اصلی و نیم پیکر جامعه تلقی نموده افزودند که زنان باید در روند صلح مشارکت فعال داشته باشند. اما پرسش اینجاست که قرار است کدامین نسخه برای زخم‌های زنان افغانستان تجویز گردد، آن نسخه‌ای که قرآن و پیامبرش پیچیده ما با مبانی انسانی عصر هم نوایی دارد، یا آن زهری که بر اساس برداشت یک گروه خاص سیاسی و اجتماعی می باشد. باید به هیچ کسی، به هیچ جنایی، نه در عرصه مصالحه و صلح، نه در هیچ عرصه دیگه استفاده ابزاری از حقوق خود را نتیم. ما حقوقی را می خواهیم که زیبنده و برازنده یک زن در جامعه به عنوان نیم پیکر او جامعه می باشد. تا ما می فهمیم که در آخر گپ اگر صلح بیاید در افغانستان. رئیس جمهور غنی نیز در این مراسم گفت که زنان امروز افغانستان زنان دیروز نیست و باید نظریات و خواسته هایشان در نظر گرفته شود و همه طرف های درگیر جنگ باید به خواست های آنان توجه کنند. آقای غنی افزود که تمام اقشار مختلف در خصوص صلح که به نظر واحد رسیدن باید در جرگه مشورتی صلح به صورت منسجم حضور پیدا کنند. رئیس جمهور غنی در بخش دیگری از سخنانش گفت که در مسائل ملی به ویژه صلح تمام حدود را تنها مردم افغانستان می توانند تعیین کنند. رئیس جمهور تاکید کرد که هیچ کس صلح را بر مردم افغانستان تحمیل کرده نمی تواند و صلح که دائمی نباشد بر مردم قبولانده نمی توانند. اول بایستش یک شهروند افتخار می کنم که امروز زنای افغان به این حد رسیدند که از خود نمایندگی کرده می توانند و بایست یک شهروند تعود مئیس که همراهتان شانه به شانه کار میکنم تا حقوق شهروندی کل معاملی شد. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که به گفتگوهای بین الافغانی احترام بگذارند. زنان در نشست روز پنجشنبه قطعنامه 15 ماده‌ای را نشر کردند که در آن بر حفظ دستاوردها، حقوق انسانی زنان و روند صلح و مالکیت افغانها تأکید شده است. این در حالی است که از شروع گفتگوهای صلح تا کنون زنان نگرانند
که مبادا حقوق زنان قربانی صلح شده و تمامی دستاوردهای چند ساله گذشتهشان پایمال شوند. نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات بر گزینش افراد شایسته به حیث کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می‌کنند. شماری از نهادهای جامعه نهادهای مدنی می‌گویند اگر افراد شایسته و مسلکی به حیث کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب نشوند، مشکلات انتخابات گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد. قرار است روز جمعه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی طی نشستی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوند. شماری از فعالان مدنی در یک نشست خبری تاکید کردند که باید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از دقت لازم کار بگیرند و افراد شایسته را به حیث اعضای این کمیسیون‌ها انتخاب کنند. از افراد زیردخل دیگه که وجود دارد صمیمانه تقاضا میکنیم که به طرفی خود در همه آلات در نظر بگیرند تا پروسه شفاف و مورد قبول همه قرار بگیرند. از نامزدان ریاست جمهوری می خواهیم با در نظر داشتی اهلیت و شایستگی آرایشان در برابر 81 کاندیدای عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی استعمال نمایند تا باشد افراد متخصص و با تجربه انتخاباتی من حیث اعضا و مدیران اجرایوی دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب شده روندهای انتخابات پیشرو در کشور را به شکل مسلکی و مورد قبول به مردم افغانستان برگزار نمایند. نهادهای ناظر بر انتخابات تاکید می کنند اگر اعضای کمیسیون‌های انتخابات سلیقه انتخابات شوند و شایستگی مد نظر گرفته نشود، مشکلات انتخابات‌های گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد. امی وضعیت انتخابات ما در کشور طوری است که ما انتخابات پارلمانی را می‌بینیم که به سرنوشت است، یک جنجال بسیار کلان موجود است. حالا اگر ما کسایی را معرفی کنیم که تنها تحصیلات عالی داشته باشه و تجربه انتخاباتی نداشته باشه، آیا می‌تونیم مشکل حل بکنه؟ نه، چون ما در این بخش کار می‌کنیم به شکل مسلکی، می‌فهمیم که کسی باید در اونجا بره که در اونجا بتونه این مشکلات و جنجال‌های انتخاباتی را در کشور حل بکنه. 15 تنی که از سوی نهادهای مرتبط به انتخابات به حیث نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شدند، روز پنجشنبه در یک نشست تعهد سپردند که اگر به حیث اعضای کمیسیون‌های انتخابات برگزیده شوند، عدالت انتخاباتی را در انتخابات تأمین خواهند کرد. ما تعهد میکنیم که اگر یک روزم کار میکردیم، قانون کشور را اول بالای خود حاکم میسازیم، بیچون و چرا اطاعت میکنیم، هیچ بهانه را در اجرای وظیفه نمیاریم، نمیگیم که والا فلانی برای ما مشکل خلق کرد، مقابله میکنیم، نمیگذاریم کس مانع کار ما شوه. و اگر نتانستیم در پیشگاه ملت افغانستان با شما میگیم که ما را نماندن بکار، الان وقت شماست که با سرک براین. این در حالی است که طی روزهای گذشته احزاب سیاسی 69 تن و نهادهای جامعه مدنی 15 تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بر ریاست جمهوری پیشنهاد کردند و قرار است روز جمعه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از این میان 4 تن را به حیث اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کنند. 28 تن از اعضای طالبان در ولایت سرپل کشته شدند. کل اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه میگوید این افراد روز گذشته بر اثر ضربات هوایی و درگیری میان نیروهای شامل عملیات ولید 38 در ولسوالی سنجارک ولایت سرپل کشته شدند. در خبرنامه آمده که در جریان این حمله 12 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت به شمول مولوی مهدی مجاهد ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و تیمورشاه قماندان مهم طالبان برای ولسوالی سنجارک و مولوی نعمت الله قاضی طالبان برای ولسوالی سوزمقلی ولایت سرپل به شدت زخمی شدند. در نتیجه درگیری میان پلیس محلی و طالبان مسلح بر ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ یک قماندان پلیس محلی کشته و 4 پلیس محلی زخمی شدند. سخنگوی پلیس بلخ میگوید که طالبان مسلح حوالی ساعت 11 شب بالای پوسته پلیس محلی در ولسوالی چهاربلک حمله کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف آغاز شد. به گفته او در این رویداد یک جنگجوی طالب کشته، 2 تن دیگرشان بازداشت شدند.
از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی طی مراسم های در پایتخت و چندین ولایت دیگر کشور تجلیل به عمل آمد. شهروندان کشور و فعالان مدنی با اهدای شاخه های گل به نیروهای امنیتی و دفاعی از فداکاری های این نیروها قدردانی کردند. در این حال سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی به مردم اطمینان می دهند که برای تامین امنیت کشور و مردم از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. قرارداد پروژه جمع‌آوری و مدیریت مالیات 10% شرکت‌های مخابراتی میان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و یک شرکت خصوصی خارجی امضا شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که قرار است از این سیستم به منظور گردآوری و مدیریت شفاف 10% محصول مخابراتی در سراسر کشور کار گرفته شود. با گفته او پس از توشیه فرمان در خصوص جمع‌آوری 10% محصول خدمات مخابراتی تاکنون بیش از 14.590 میلیون افغانی جمع‌آوری شده است. سرانجام بعد از مدت‌ها تأخیر قرارداد پروژه گردآوری و مدیریت مالیات 10% خدمات مخابراتی امروز به امضا رسید. قرارداد پروژه گردآوری 10% مالیات خدمات مخابراتی امروز با حضور رئیس جمهور غنی، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و رئیس شرکت خصوصی بوستوس گروپ در ارگ به امضا رسید. با گفته مسئولان این سیستم مسئولیت راپوردهی عواید سکتور مخابرات را به عهده دارد و هدف اساسی از ایجاد سیستم از یک سو به دست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری 10% محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می باشد و سوی دیگر عواید ملی کشور از طریق تأمین شفافیت افزایش می یابد. ولس پختنه چه و غختنه چه و چیزمونگ در لس فیصد مالیات چه ورکو در چی ریزی انشالله چه دقیق سیستم جور او فعال شی دی با جواب دی شی دی هر یو مالیات او دی هر یو روپی چی دوی چخا کتکی گی دی سیستم با معلوموی او دی پیسی با طول دی دولت خزانی تزی. آقای آریوبی میگوید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی آماده پاسخدهی در مورد عواید جمع شده از درک مالیات خدمات مخابراتی می باشد. با گفته او پس از توشیح فرمان در خصوص جمع‌آوری 10% محصول خدمات مخابراتی تاکنون بیش از 14.590 میلیون افغانی جمع‌آوری شده است. آدیدی لس فیصد و سخت سوار لس میلیارد 590 میلیون افغانه تروسه پورې د دولت خزانه ته جمع شوی دی. دم یو خلاص روړنه دی او خو وای دی او تروسه پورې د کومې پیسې چې جمع شوی دی د مونږ جواب دی او جواب ورکو ولسته او ټول اسناد شته د افغانستان بانک وزارت مالیه زموږ د مخابرات ټولو سره کولی شي د معلومات ورسره شریکو. در همین حال رئیس شرکت خصوصی بوستوس گروپ می گوید این شرکت خدمات مشابه را در چندین کشور دیگر جهان ارائه کرده و تجربه خوبی در این زمینه دارد. این در حال است که شهروندان کشور از نامعلوم بودن سرنوشت مالیات 10% شرکت‌های مخابراتی همواره انتقاد می کنند. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 74.65 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی، یک کیلو 84.80 افغانی، یک درهم ما را 20.25 افغانی، یک ریال سعودی 19.75 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپای هندی 1055 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 532 افغانی.
این هم چند خبر از خارج کشور. نشست کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در هانوی ویتنام زودتر از موعد مقرر به پایان رسید و کاخ سفید تایید کرده که مذاکرات آمریکا و کره شمالی بدون توافق به پایان رسیده است. کاخ سفید گفته است مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بسیار خوب و سازنده بوده، اما مذاکرات به نتیجه نرسیده است. آقای ترامپ هم در یک نشست خبری گفته است روابط مستحکم با کیم جونگ اون دارد، اما تصمیم گرفته شده فعلا چیزی امضا نشود. رئیس جمهور آمریکا گفته است نمیخواهد درباره افزایش تحریم های کره شمالی صحبت کند، چرا که مردم آنجا هم باید زندگی کنند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که آقای کیم به او گفته کشورش دست به آزمایش هسته‌ای و موشکی نخواهد زد. جرد کوشنر مشاور ارشد قصر سفید برنامه‌ای را که آمریکا برای تامین صلح در شرق میانه طرح‌ریزی کرده است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بحث گرفتند. یک روز پیش ملاقات با رئیس جمهور ترکیه آقای کوشنر با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. خبر رسمی ترکیه گفته است که ملاقات میان رئیس جمهور این کشور با مشاور ارشد قصر سفید حدود 2 ساعت دوام کرد، اما جزئیات در رابطه با مسائل مورد بحث این ملاقات ارائه نشده است. جزئیات برنامه‌ای را که آمریکا برای شرق میانه ایجاد کرده نیز تا کنون با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است. جرد کوشنر مشاور ارشد قصر سفید پیش از ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی و ترکیه با مقام‌های امارات متحده عربی، بحرین، عمان نیز در مورد وضعیت شرق میانه صحبت‌هایی را داشته است. نیروهای ارتش هند و پاکستان صبح روز پنجشنبه برای ساعات در کشمیر به سوی یکدیگر هم آتش گشودند. شدت گرفتن درگیری ها میان دو کشور باعث ایجاد نگرانی جامعه بین المللی شده و بسیاری از کشورها را واداشت تا اسلام آباد و دهلی نو را به خویشتنداری دعوت کند. چین، ایالات متحده و اتحاد اروپا و برخی از کشورها نیز از جمله ایران اسلام آباد و دهلی نو را به آزمایش و به آرامش و خویشتنداری فراخواندند. این تبادل آتش پس از حوادث روز چهارشنبه صورت میگیرد، روزی که این دو کشور ادعا کردند تیاره های جنگی یکدیگر را سرنگون کردند. پاکستان نیز با اشاره به تصاویری از به اسارت گرفتن یک پیلوت هند خبر داده است. تنش اخیر میان هند و پاکستان به دنبال حمله انتحاری 14 فوریه در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر و کشته شدن دست کم 40 تن از نظامیان هندی آغاز شد و با حملات هوایی انتقام جویان هند به مواضع در جامو و کشمیر تحت کنترل پاکستان که هند آن را موضع گروه جیش محمد خان شدت گرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرده این کشور برای نشان دادن عزم خود برای صلح پیلوت اسیر هندی را روز جمعه رها خواهد کرد. بازرسان سازمان ملل اعلام کردند ممکن نیروهای امنیتی اسرائیل با کشتن 189 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 6100 تن در معترضان در غزه در یک سال گذشته مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده باشند. این گروه مستقل از بازرسان سازمان ملل متحد بیان کرده درباره مسئولان این جنایت از جمله تکتیراندازان و فرماندهان اطلاعات محرمانه در دست دارد و آنها را شناسایی کرده است. در گزارش این بازرسان آمده است نیروهای امنیتی اسرائیل معترضان فلسطینی را که مسالمت آمیز تظاهرات می‌کردند و تهدید جدی و آنی برای آسیب رساندن به دیگران محسوب نمی‌شدند مورد هدف قرار داده و برخی آنان را کشتند. در گزارش بازرسان سازمان ملل به سرپرستی دبیر پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح شده است نیروهای امنیتی اسرائیل از جمله کشتن 35 کودک و 2 خبرنگار نقض آشکار قوانین بین المللی را اجرا کرده است، اما اسرائیل با رد این گزارش آن را نمایشی خوانده است. وزیر دفاع سومالیا که برای دیدارهای دوجانبه وارد آنکارا شده از
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه مورد استقبال قرار گرفت. بر اساس گزارش ها وزیر دفاع سومالیا و وزیر دفاع ترکیه در مورد آرامش و ثبات با همدیگر گفتگو کردند. وزیر دفاع ترکیه در این دیدار تأکید کرده مردم سومالیا برای ترکیه از اهمیت ویژه برخوردار است و افزود امیدوار است آرامش و ثبات در هر دو کشور هرچه زودتر تأمین شود. وزیر دفاع ترکیه و وزیر دفاع سومالیا در این دیدار درباره افزایش همکاری دو کشور در زمینه‌های نظامی و دفاعی بحث کردند. بیننده های عزیز، این با سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید، سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.